5 روز پس از آن که دادگاه ویژه وزیران محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت را به 1 سال زندان و پرداخت بیش از 800 هزار دلار پول نقد از بهر فساد در تمدید قرارداد ملکیت مؤسسه صادرات کشمش در وزارت تجارت محکوم به مجازات کرد، اکنون آقای فرهنگ در نامه‌ای نوشته است که بررسی‌های سارنوالی درباره این پیمان هنوز پایان نیافته، اما دادگاه در این باره حکم صادر کرده و او را محکوم به مجازات کرده است. قانون در برابر همگی باید یکسان باشه، چی مقامات بلند رتبه باشه چی یک شهروند عادی باشه، اما متاسفانه در بعض موارد یعنی قانون تطبیق نمیشه و عدالت در نظر گرفته نمیشه. آقای فرهنگ دومین وزیر کابینه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور است که از سوی دادگاه ویژه وزیران محاکمه می شود و تصمیم دادگاه را در برابر خودش نادرست می داند. او از دادگاه جهانی می خواهد تا عدالت را بر وی تامین کند. قوه قضاییه به عنوان یک رکن مستقل نظام هم باید به گونه بی‌طرفانه و چنانچه قانون اساسی برش صلاحیت میده این موضوع را بی‌طرفانه بررسی بکنه. اما لوی سارنوالی میگوید که محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش اختلاس و تمرد بوده است و دادگاه درباره 2 اتهام بر وی تصمیم گرفته و بررسی‌ها درباره 1 اتهام وارده دیگر بر او از سوی سارنوالی ادامه دارد. محکمه مربوطه وزیر اسبق صنایع و تجارت را در 1 مورد محکوم به مجازات، در 1 مورد به براءتشان حکم صادر نموده و 1 مورد دیگر که ایجاب تحقیقات بیشتر را می نمود تصمیم گرفته شده تا موارد انکشاف یافته و پس از اکمال تحقیقات تصمیم قانونی اتخاذ گردد. دادگاه امین فرهنگ به گونه غیابی برگزار شد، در حالی که او میگوید به علت بیماری نتوانسته است در محکمه اش شرکت کند. محمد امین فرهنگ از سال 2001 تا 2008 میلادی وزیر اقتصاد و بازسازی صنعت و تجارت بود.